سلام، خوش اومدین به 195مین شماره از روزنامه توپ. امروز پنجشنبه 29 تیر ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. توافق پنهانی استقلال با گزینه پرسپولیس. عزت اللهی زمستان در استقلال. قرارداد سعید عزت اللهی در اروپا دی ماه امسال به پایان میرسه و اون میتونه با استفاده از مهلت نقل و انتقالات زمستونی تیم جدیدی رو برای خود انتخاب کنه. در همین راستا خبر ورزشی ادعا کرد که با وجود مذاکرات غیر رسمی بین اون و پرسپولیس، ستاره ملی پوش با نماینده آبی ها به توافق رسیده تا در زمستون به استقلال بپیونده و در نیم فصل دوم پیراهن آبی پوشان ایرانی رو برتن کنه. تعهد دو بازیکن استقلال به سرمربی آبی ها. حسین زواری و امیرعلی صادقی با حضور در تمرین استقلال دقایقی با سرمربی این تیم به صحبت پرداخت و بعد از دادن تعهد لازم مبنی بر حضور تو هم با تلاش همه جانبه در تمرینات همراه با قدرت و انگیزه کامل لغز شده و همراه با سایر بازیکنان به تمرین پرداختند. گفتنیست نکونام به خاطر کمکاری بعد از دیدار با هوادار به این دو بازیکن اعلام کرده بود دیگه حق حضور در تمرینات رو ندارن. ستاره استقلال در تمرین تیم اماراتی. مهدی قایدی ستاره فصل گذشته استقلال که قرارداد قرضیش با این تیم به پایان رسیده در تمرینات شباب الاهلی امارات حضور یافت. قایدی در حال حاضر بازیکن این تیم اماراتی محسوب میشه، ولی با وجود حضور در تمرینات بعید فصل آینده در الاهلی باشه. کنایه اینستاگرامی بیرانوند به مدیران پرسپولیس. علیرضا بیرانوند سرانجام سکوت در اردوگاه سرخ رو شکست و با انتشار یک استوری و کنایه به مدیران پرسپولیس نسبت به لغو اردوی ترکیه انتقاد کرد. در تصویری که بیرانوند بعد از تمرین بدنسازی پرسپولیس منتشر کرده، لوکیشن استانبول رو قرار داده. بیرانوند به این شکل علیه عدم سفر پرسپولیس به اردوی ترکیه موضع گرفته. دیدار دوستانه تیم ملی با کشور اروپایی. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت تیم ملی فوتبال ایران در 16 شهریور ماه با تیم ملی فوتبال بلغارستان یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران افزود این دیدار در شهر پلوفدیف و در استادیوم هریستو بوتف برگزار خواهد شد.